سلام، خوش اومدین به 39 شماره از روزنامه تو. امروز یک شنبه 23 بهمن ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. اتفاق عجیب در فدراسیون فوتبال. شاید سرمربی تیم ملی خارجی باشد. تا کمتر از 24 ساعت دیگه نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی در شهر چوار برگزار میشه، در حالی که همه خود رو آماده حضور سرمربی ایرانی در تیم ملی کردند. خبر ورزشی مدعی شد که سرمربی آینده تیم ملی خارجی خواهد بود و مهدی تاج هم این خبر رو تایید کرده. احتمال برگزاری بازی دوستانه ایران و عراق. گفته میشه خسوس کاساس، سرمربی اسپانیایی تیم ملی عراق، از مدیران فوتبالی این کشور خواسته تا شرایط رو برای انجام دو بازی دوستانه مهم در فیفاده پیش رو فراهم کنند. کاساس خواستار برگزاری دوئل دوستانه با تیم‌های ملی ایران و تایلند شده که گفته میشه تقابل با تایلند نهایی شده و مساف با ایران هم در حال نهایی شدنه. جزئیات ماجرای شکایت یزدانی از استقلال. طبق آخرین شنیده‌ها، سیاوش یزدانی علاقه‌ای به محرومیت باشگاه سابقش نداره. در واقع سیاوش قصد داره مطالباتش در نیم فصل نخست لیگ 22 رو از استقلال دریافت کنه. یزدانی همچنین به دنبال این موضوع تا مبلغ قراردادی که برای فصل آینده با استقلال داشت رو از مبلغ قرارداد فصل آیندهش با سپاهان کسر و مازاد اون رو از آبی‌ها دریافت کنه. احتمال جدایی اللهیار از هال سیتی. اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی باشگاه هال سیتی، به دلیل طولانی شدن مصدومیتش احتمالاً در لیست فروش این تیم انگلیسی قرار خواهد گرفت. پزشکان هال سیتی به سرمربی این تیم گفتند که بعید صیادمنش به بازی‌های این فصل چمپیونشیپ برسه و همین عامل احتمال جدایی اون رو بیشتر از گذشته کرده. بابایی محروم بزرگ استقلال مقابل پیکان. وضعیت جسمانی پیمان بابایی امروز از سوی کادر پزشکی استقلال با ریکاردو ساپینتو در میون گذاشته شد و سرمربی آبی پوشان ترجیح داد اون در اردوی قبل از بازی با پیکان حضور نداشته باشه تا مشخص بشه در لیست 20 نفره استقلال هم قرار نمیگیره. علاوه بر بابایی، محمد حسین مرادمند، علیرضا رضایی و مهدی مهدیپور هم به دلیل آسیب دیدگی در بازی هفته 20 مقابل پیکان غایب هستند.